بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313-313. ما تو روایت داریم دو تا از پیامبران زنشون بر این شد، نه که بخوان بیستنا، زن بر این بردن که نیازی به پذیرش ولایت علی نیست. یکی حضرت یونسه، دوم حضرت سلیمانه. گمانشون بر این بودا، نه که قطعی بگن. گفته خب ما آقا رسول الله رو پذیرفته، خب آخرین پیغمبر دیگه، اون علی هم به دین همین رسول، مگه میخواد چیزی اضافه تر بیاره؟ فظنن لن نقدر علیه فنادا فی ظلمات، تو من تو تاریکی هم ان لا اله الا ان سبحانه که نیکنتو من الظالمین، کنتو من الظالمین. گفتیم نقطه مقابل این طرف میشه چی؟ یا ظالم یا فاسق. کسی که عهد ببنده، حضرت موسی تو قرآن بهش بنی اسرائیل که عهد بستن شکستن بهش میگه قوم چی؟ فاسق. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، یعنی کسی که جلوی این جریان واسته یا ظالم یا فاسق. خدا با این دوتا لفظ ازش استفاده کرد، خیلی عجیبه. حضرت یونس میگه اشتباه کردم خدا. حضرت امیرالمومنین میفرماد دیگه، روایت داره میگه او در ولایت من شک کرد. حضرت سلیمان علیه السلام میدونه طلب مقام کیو میکنه؟ طلب مقام حضرت صاحب الزمان رو میکنه. میگه یه ملکی به من بده که بعد من به هیچ کس بگید ندی. یعنی چی؟ خدا نمیگه من حتما اینو بهش دادم. ببین در مورد حضرت یونس میگه فستجب نالهو، اجابت کردیم، اما اینجا نمیگه مش دادیم. یه تو اشل کوچکتر چی بهش داد؟ یه حکومت کوچیکی بهش داد تو هم منطقه خودش بود، حکومت شبه مهدوی کوچیک، نه حتی تون کوچیک بودن، نه به اندازه کمی زمینی، حتی به اندازه کیفی. خب خوب عنایت بفرمایید. بعد ملکشو به چه شکل دید حضرت سلیمان؟ به شکل بچه مرده خودش، جنازه خودش دید افتاده روی تخت. خب چی فکر کردی؟ داستان داستان و ذریه است.